سلام، پهرام هستم با برنامه متفاوت و جدید آتاری شو در خدمت شما دوستان و عزیز گرامی و علاقمند به گیم. و اما در کنار من یک بازیکن خفن داریم که الان از تواناییاش من چیزی نمیگم، ولی در طول فصل آتاری شو بیشتر باش آشنا میشین و به تواناییاش پی خواهید برد. The pro player زد. فقط زد فارسی بلد نیست؟ نه فارسی بلد، بگو فارسی بلد. آره من آقا سلام بچه ها، من زد هستم. امروز با پهرام میخواییم چند تا بازی خفن رو بهتون معرفی کنیم که من از پهرام خواهش کردم یکیشو خودم به شخصه معرفی کنم بهتون. بله آقا، اصلا همه رو معرفی کنیم، چرا یکیشو معرفی کنیم؟ بله آقا. یه دونه بازی است که هفته پیش انتشار شده، منتشر شده، ولی هنوز سازنده داره درگیر کارهای تبلیغاتیشه. آقای زد تمومش کرده، اونو براتون آماده کرده. بعدش میریم سراغ گاد آف وار، بعدش هم میریم سراغ والالا جام. و والالا والالا The Assassin's Creed والالا، به خاطر من لهجه امریکن بریتیشی که من دارم دیگه گیر نده. میریم سراغ اون، بعدش هم یه دونه بازی ترسناک براتون آماده کردیم که حالا سر موقعش بهتون میگم. بریم یه وله ببینیم، برگردیم باهاتون هستیم. خب بچه ها، من میخوام گیم والورانت رو بهتون معرفی کنم. گیمش کاملا سبک کانتر استرایک. کانتر یادته؟ آره با کانتر همه اون بازی کردیم دیگه، چقدر سرش کتک خوردیم تو گیم نت. آره من با چوبلایت می آوردنم خونه می رفتم. خب بچه ها، سبک گیم رو میخوام بهتون بگم. گیم کامپتیتیو 5v5. چیه؟ کامپتیتیو، فقط کامپتیتیو، همینو بدون. کامپتیتیو 5v5 مثل کانتر استرایک، با تفاوت اینکه هر کاراکتری ابیلیتی های خاص خودشو داره. 4 تا ابیلیتی داره، مثلا یکی پرواز میکنه، یکی چاقو داره و کاملا هم پلی استایل مثل کانتر استرایکه. بریم یه گیم پلی و یه تریلر ببینیم ازش، چون گیم تازه ریلیز شده است، خیلی خفنه. بعد دوباره برگردیم. بریم برگردیم. Please tell me you have the package. I would if somebody was a little less aggressive. Hey, stop! I said stop! Oh, that's how you want to play it. Alright, I'm going in. What about the hostile? I wouldn't worry about her. Are you certain? 100! I got this. What's wrong? خب یه چیز دیگه که می‌خواستم در مورد والورانت بهتون بگم بچه‌ها اینه که والورانت به تاپ پلیراش، یعنی 1-100 یا 1-500 هنوز نامشخصه. قرار ماهیانه یه حقوقی بده. چقدر پول میدن؟ اون نامشخصه ولی زیاد میدن. خب زیاد میدن که آقا کات بدیم. آقا بشین، ما گیم دیگه می‌خوایم معرفی کنیم. گاد آف وار مونده. خب بریم، می‌خوای بریم سراغ گاد آف وار؟ بریم سراغ گاد آف وار. آره بریم. برای بازی گاد آف وار هستش که خب آنچنان نمیشه ازش توضیح داد، چون خودش برای خودش دیگه همه میشناسن گاد آف وار. دقیقاً همه میشناسنش، اسمش رو تریلی نمیکشه گاد آف وار رو، و یک شاهکاری هم بوده برای سال‌های اخیر، برنده دی گیم آوارد هم شده. بریم تریلر و گیم پلیش رو با هم یه نگاه بندازیم. آره قبل اینکه فقط بریم یه دونه در مورد تریلرش من یه صحبتی بکنم که این پسر بچه‌شه دیگه، پسرش اومده توی بازی و نقش خیلی مهمی رو داره، داره برای خودش خاک بازی میکنه، یه باعث صداش میکنه میگه آقا بیا این چاقو رو بگیر. چاقو رو میگه چاقو مادرشه، میگه چاقو مادرته، میگه چیکارش بکنم دیگه، این چیکارش بکنم. و بریم تریلرش رو ببینیم برگردیم. الان کیه؟ این آتروسه، پسر کریتوس که نقش خیلی مهم میداره. یعنی الان این بازیو میرونه جلو؟ نه، شما کریتوس هستی، ولی خب
اینم هست. یکی از مین کاراکترهای بازی. حالا جلوتر می‌فهمید. What for? A test. She taught you to hunt, yes? Yes, sir. Then show me what you know. I am hungry. بابا باریک شالله. خیلی اوباحت داره. مادرشون کجاست؟ چاپورو داد خودش کجا؟ مادرشون مرده. بازی وقتی استارت میشه استوری بازی این مدلیه که دارن چوب جمع میکنن واسه این که جسد فیو که مادر پسر از آتروس رو بسوزونن که خاکسترش رو بردارن ببرن به بالاترین قله این منطقه و از اونجا پخشش کنن. این نصیحت آخرش بود؟ آخرین نصیحت فی بوده زن کریتوس. خب این چه نصیحتی ها؟ بیچاره میشن تا اون قله برسن. احتمالا باید یه ربطی داشته باشه به گیم پلی. دقیقا. بزن. Slow down, boy. Sorry. You must think. Do not simply react. Be calm. خیلی آرومه الان. آره دیگه اون کریتوس همیشه رو نمیبینیم تو قسمت 1 و 2 که همه گادا رو میکش. هم داره بچه بزرگ میکنه. آره نقش یه مربی و یه پدر رو داره. حالا جلوتر میبینیم. Hold. What are you doing? Now his guard is up. آقا این تا یاد بگیره. Only fire. Only fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Find it. عجب جمله گفت. ناراحت نباش. باهوش‌تر هم هست. خیلی قشنگ صحبت میکنه. بعد اینو یادداشت کردیم صحبت ها رو. دقیقا. آوردی؟ خودکار برات؟ آره الان می‌نویسم. یه جور سر بچه قاتل یا من دستیدم یادم هم چون خواستم بگیم برای خودشو کنترول کرده. جنگاش هم بالتر شده تو این قسمت. دقیقاً. عجب گرافیکی داره. حالا هم گرافیکش هم که خیلی دیگه الکی دعوا می‌کردش مثلا با یه خشم عجیب این خیلی طبیعی‌تر خیلی کولتر شده دقیقاً. بازی طبیعی شده. الکی نی بهترین بازی سال شد. Here's your chance. Show me you're ready. Yes, sir. Back off, hit a clean angle. And space your shots. I will draw it for me. اونم کمکش میکنه پسره. آره توی کمانو بشتا بزن داداش های تلیه کاریه بره داداش سرس گرفتن اونقدر جنگشون
شاهده ریج هستیم. بزن. چیکار می‌کنی پسر؟ واقعاً یکی بچه رو باید بگیره. تو خودت خور آقا، این بچه رو بذار خودش تو این جنگ بزرگ شه. با غولاست، با اون خداهاست بیشتر با باباش باشه. نه گوز میزنه نه. حالا میریم جلوتر میبینیم. گفت فقط از جلو چشم برو. دقیقا انگلیسیش همین گفت نه؟ یه چیزی تو همین بایی داره آموزشش میده دیگه، تو این دنیا چجوری میخواد زندگی کنه واقعا. آقا این خود باباها رو داره میزنه، چی آموزش میده؟ این از پایه باید اصلا عوض بشه. گفتی مادرش فوت کرده؟ آره فی. این بچه بی مادر شده اینطوری شده، اشتباه داره میرسه. آقا تریلر رو ببین. Wait for my mark. Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. بابات گشنشه، بزن اینو. جون اون چاقو بزن. که مامانت بهت داد. آقا اینو آفر. نه، خوشم اومد. داره آموزشش میده دیگه. What you started. I can't. خیلی خفن بود این صحنه. واقعا فوق العاده است که اینجا دقت کن، بالاترین قله رو داریم میبینی تو صفحه میبینی؟ آها باید برن تا اونجا برسه، تا برن بالاترین قله. آره اونجا هم خب باید سناریو خیلی باحالی باشه تو گیم. A new beginning. خالیسی هم از گیم آف ترونز را خدا به خیر. خب اینم از تریلر خفن گاد آف وار، امیدوارم لذت برده باشین. بریم سراغ اساسین کرید والهالا، که خب والهالا یه جایی هستش که تمام کسایی که اونجا میمیرن فکر میکنن با خداشون وصل میشن و به خاطر همین والهالا اومد روی اساسین کرید. بازی فوق‌العاده‌ای هستش با کیفیت خارق‌العاده. زد توضیح داری در مورد اساسین یا بریم تریلرشو ببینیم؟ بریم تریلرو ببینیم چون گیمت جدیده، تازه قرار ریلیز بشه، تریلر جدیدش اومده. بریم با هم ببینیم، خیلی خفنه. آره بریم ببینیم، بعدش هم یه توضیحاتی در مورد اساسین کرید بدیم. They are heartless. Godless barbarians.
and kill blindly. What is the soul of man? They scar the lands of England. Lands they will never defend. Never love. The time has come to speak to them in a language they will understand. خب اینم از تیزر اساسین کرید. فقط اینو اضافه بکنم که کلمه هشاشیون برای اساسین استفاده شده، یعنی برای نامگذاری اساسین از این کلمه استفاده کردن که برمیگرده به زمان قدیم ایران و نکته جالبی بودش. با این انتخاب هوشمندانه اساسین جدید چند تا دستبندی زدن، یعنی علاقمندان به وایکینگ و پوشش دادن. خب وایکینگ خیلی نگاه میکردن ولی دوست نداشتن که، یعنی بازی جالبی نداشتن. اساسین کرید رو پوشش داد. کسایی هم که قبلا اساسین رو بازی میکردن خب منتظرن، همیشه دنبال اینن که اساسین جدید بیاد و کلا کسایی که ژانر اکشن و ماجراجویی رو دوست داشتن این پوشش داده. به نظر من گیم خیلی خفنی میشه به خاطر اینکه از اساسین کرید کاملا معلومه، از تمام اساسین کرید ها مخصوصا اینم که سبک وارکینگ توری داره 100% باید خیلی خفن باشه. به محض اینکه گیم ریلیز بشه با هم بازی میکنیم و ویدیوشو پخش میکنیم. آره اینم بگم که تا ماه کوارتر چهارم سال 2020 قراره توی ماه اکتبر، شایعات میگن توی ماه اکتبر به خاطر اینکه تمامی قسمت‌های قبلی اساسین توی این ماه منتشر شده قراره انتشار پیدا کنه. بریم سراغ آتلاس. بریم سراغ آتلاس، یکی از ترسناک‌ترین بازی‌های سایه، این ترینی که میگم به معنای واقعی کلمه است، چون امتیازها از این قراره که این ترسناک تهشه دیگه، ته ترسناک. ته داستان همینه، یعنی دیگه از این گیم ما ترسناک‌تر تو دنیا وجود نداره. واقعا نداره. بریم تریلرشو بیاریم ببینیم، حرف بزنیم در موردش یه خورده، ببینیم چطوری رفته جلو. آره من نظراتو داشتم نگاه میکردم، یعنی هر کسی که این بازی رو کرده یعنی من اینو جنبندی میکنم که بریم ببینیم برگردیم.
خب بچه ها تریلر هم که دیدیم کاملا تابلوئه که گیم چقدر خفنه. ببین ترسناک‌تر از این بازی وجود نداره. یه سری باید با من بشینی بازی کنی ببینم که چجوری میلرزی. داداش من میترسم بازی نمی کنم. چرا باید بازی کنم؟ بچه ها یه چیز خیلی جالبی که این گیم داره میدونید چیه؟ اینه که شما تو گیم‌های ترسناک دیگه یه چیزی داری که از خودتون محافظت کنید، مثل گان یا حالا یه سلاحی، خب ولی توی آتلاس هیچی ندارید. فقط باید از دست دشمن‌ها انمیا در برید. خب یه جا مثلا دشمن از روبرو اومد چیکار کنیم؟ دست خالی. خب دیگه این جالبه. این جالبه. آره خوب. بعد حالا جالبی چیه؟ شما یه دوربین داری، با اون دوربین جایی که تاریکه رو بعد جلوتو ببینی، خب لنزشو که میزنی سبز رنگ میشه. آره با آره آفرین. با اون باید ببینی و وقتی که شارژ باتری تموم شه کلا دیگه همه جا سیاه میشه. هیچ جا رو نمیتونی ببینی. بعد همچنان هم دستمون خالیه. آره حالا داستان بازی. اول بازی آتلاس 2 سوار هلیکوپتر هستی. با زنمون میریم سراغ چی؟ این که ببینیم چه اتفاقی تو اون روستا افتاده. چرا؟ به خاطر اینکه توی اون روستا یه زن حامله مرده و ما داریم میریم اونجا تحقیق کنیم که ببینیم چه اتفاقی افتاده که توی مسیر هلیکوپترمون سقوط میکنه و زنمون گم میشه. جایی که نباید سقوط کنه سقوط میکنه. ما باید بریم دنبال زنمون و این اتفاقا میفته. خب بس بریم دنبال بازیمون اول، بعد بریم زنمون رو پیدا کنیم. بذار بریم یه دونه ویدیو ببینیم عکسایی که این بازی رو بازی کردن و ترسیدن. خیلی آره. خفنه. خیلی جالبه. بریم ببینیم ببینیم نظر شما چیه. برمیگردیم. مادر Really unhappy about my choices. It's probably totally fine down here. All right, where am I? My glasses, jinkies. Yeah, you're gonna need those. We're good. Let's go. 4K, nice. Oh my god. Why? Oh, it's just a cactus. Thought that was already a person. It's just a cactus. Oh no. Three lit batteries already. That's not good. Do I? Oh god. Yeah, go in the creepy fucking house. Hi. Housekeeping. Ah! Oh! Oh, shit. Okay, you're occupied. Oh, God, is someone cooking in there? Oh, yeah. Oh, all right. Ooh, hello. That's fine. Everything's... Nope. We're fine. Relax. Oh, God. Okay. Oh, God. Okay. Who's this guy? Oh, jeez. I hope I don't have to go through this door. I really am not a fan of doors. All right, Outlast. You got me that time. What? Oh. No, 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 no. Oh, cool. Little cross face. Nope. Oh, no. Why would I do that? We need to stay in a running, in a position where we can sprint at any moment. Oh. Okay. Run, 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 run. Rampage. Oh. Can we not with this hallway, though? Why are we here? Oh, and this is the Chamber of Secrets, where all the dead baby bodies go. Am I supposed to walk through that? Oh, I have to step over them. I'm sorry. Oh, my God. It's crunching. This. Gentle. Investigate the well, sure. This is not I knew it! Why would anyone do that? Why would anyone jump? Oh, oh. Sure. Yeah. Where am I? What the hell is this? Am I in Die Hard 1? What is this? Oh, Jesus. Oh, it's all brightly lit. That's creepier. Oh, this is nice. School is really scary. Why do they have so many English books? This is fine. Everything's fine. And it's dark. Oh my God, of course it's dark. No, thank you. Can't open these. Ah! It's just the light. Someone left their homework on the floor. Hello? How did I get in a creepy classroom? Okay, why am I going down this hallway? Why? Not a fan of the creepy classroom. And Lynn. Oh, God. This was Jessica's. Oh.
Why music? It's always music boxes. Why are you doing it so slow? Okay. Okay! Posh, what the fuck was that? I don't wanna... Settle down, everybody. You're the worst. Get away from me. Oh, sh**. Please. Damn it, I just wanna get out of here. Oh. Still no? Still nothing? Oh, sh**, mother! Oh! Oh! Wow. No. So, can you keep going? No! Oh, that's... Jesus Christ. Fuck. I hate you. Oh, God! Ah! Ah! Get away! Ah! Oh! Ah! Oh, mother! Oh, God, I'm about to die. Oh. Who's the point of that, bro? Man, the teachers here suck. Fifth, I'm going. Run. Just get out of there. I'm dead. I'm so dead! Run it! No! Oh. Get up. Get up. Get the glasses! Oh, no! Oh! Oh, no! Oh, my God. My... Well, that was unpleasant. Super creepy. Forget that experience. Like, forget all that. That was terrifying. I got hit in the crotch. They had me until the pickaxe for the nuts. خب اینم از این تیزر. الان شاید مسخره کنید بگید آقا ترس نداره اینا الکی میترسن. حتما پیشنهاد میکنم که این بازی رو بگیرید و بازی بکنید. الکی نیست که به عنوان ترسناک ترین آقا بازی. آقا ما خودمون یه روز بازی میکنیم دیگه. من شما رو به چالش دعوت کردم. اون که 100% این، ولی یه نظریه که کاربران گذاشتن، امتیاز گرفته، واقعا ترسناک، یعنی به صورت ناخودآگاه این اتفاق میفته. بریم سراغ اخبار این قسمتمون. یه اخباری هم داریم که در مورد یک موتور بازیسازی جدیدی که کمپانی ایپک داره ازش پشتیبانی میکنه و منتشرش میکنه. این بازی، این موتور بازیسازی کیفیت فوق‌العاده‌ای داره. اسمش هم از Unreal Engine 5. Unreal Engine دقیقاً همون موتور گرافیکیه که بعضیا میدونن بازی فورتنایت، یکی از بازی‌های خفن به روز که همه میشناسنش، Unreal Engine موتور گرافیکی همون فورتنایت هم هست. آره بریم یه تیزر ازش ببینیم، کیفیتشو ببینیم، برمیگردیم. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing. Spend all my life holding all of
خب حالا نوبت میرسه به بازی‌های موبایلمون که قرار تو هر قسمت براتون معرفیش بکنیم. این چارت رو از روی چارت یا جدول خاصی بر نداشتیم، یعنی بریم بزنیم تو اینترنت زارت بهتون بدیم، اینطوری نیستش. رفتیم تحقیق کردیم، با وسواس زیاد براتون انتخاب کردیم. اولین بازی که بهتون معرفی میکنم توتال دیلیوری سرویس هستش، که اگه دوست دارید از بازی‌های حالا تفنگی زیاد خسته شدید یا اصلا سبکتون نیستش، این بازی رو دانلود بکنید. هم بازی یه نفره است، هم بازی چند نفره و خیلی هم آسونه. یعنی کاری که انجام بدیم باید یه بسته رو سالم برسونید به هدف. شاید البته توهین نباشه به بازی پابجی که تفنگی ها، بازی پابجی خیلی خفنه. بله دیم آتاری شو همه سبکا رو ما براتون تهیه میکنیم، هم سبکای اکشن، سبکای ماجراجویی و فکری، هر چیزی ادونچری که هستش. ولی این سبک برای بازی چند نفره است. خب خیلی ها دوست دارن که بشینن با دوستاشون بازی کنن به صورت آنلاین و خیلی هم ساده است. خیلی آره خیلی فکر می‌کنم خیلی ساده است، ولی این بسته رو شما می‌خوای برسونی پیر میشی. خیلی جالبه و تایم خوبی. اگه حوصله‌تون سر رفته حتما این بازی رو دانلود بکنید. بریم یه تیزر هم ازش ببینیم که یه آشنایی ازش داشته باشیم. برمیگردیم. هم؟ Yay! بچه ها یه توضیح هم بدم در مورد پابجی موبایل، که همه میدونن دیگه این روزا همه دستشون یه دونه گوشیه که دارن پابجی بازی میکنن. آره. بازی کاملا خفنیه تو گوشی. اون تایمی که ریلیز شد شد بهترین بازی سال. بازی به صورت بتل رویاله. بتل رویاله. آره من پابجی بازی میکنم، فقط آقا این چتر باز میشه من همون نمیدونم کجا پیاده شم. تو زوم نمیام میبازم. باید صحبت کنم حالا بعد. تو زوم درست. خب در مورد پابجی اگه صحبتی داری بریم، نه که در مورد آیدیت بگو که یکم بینندگان بدونن. در مورد گیمی که بازی میکنم، گیم مین خودم منظورت ایپکس لژند. آره همونو بگو، هم آیدیت توی پابجی بگو، هم در مورد تورنمنت ها. بابا پلیر داریم خفن توی تورنمنت. شکر اسمون تورنمنت آره، چی بود؟ تورنمنت میدلیس بود. خب برنده شدین اونو. آره توی گیم ایپکس لژند که من شدم MVP کل تورنمنت. و اینکه یه تورنمنت دیگه هم هستش به زودی. من همیشه از بچگی دوست داشتم بغل یه MVP پلیر از باشم بشینم. خداش تو خب بعدش یه بعد تورنمنت بعدیمون قراره 15 روز دیگه استارت بشه دوباره که اگر اینو اول بشیم فکر کنم واسه فاینالش باید بریم اروپا. اگه که نره، من یه بازی تو دیدم مطمئنا این اتفاق میفته. خب بریم سراغ اینکه تورنمنتت هم گفتی، پابجی هم گفتی، و بریم تریلر پابجی رو ببینیم که آره، چه سبکیه. آره آره یه تریلر کوتاه آره، هست چون بعضی ها نمیدونن، همه میشناسن، یه تریلر خیلی کوتاه. بریم ببینیم برگردیم. آره
خب بچه ها تریلر پابجی رو هم که دیدیم خیلی خفن بود. بچه ها هر هفته ساعت 7 شب دوشنبه ما رو در دیدی تیوی نگاه کنید. ما خیلی خیلی کارا میخوایم انجام بدیم، به طور مثال گیم پلی های حرفه‌ای میخوایم انجام بدیم، مثل بازی های فورتنایت، اپکس لجند، گیم هایی که آنلاینه و هر گیمی که شما سوشال مدیامونو حتما فالو کنید. حالا میذاریم اون پایین صفحه ببینید. بله، هر بازی هم که خواستیم پلیر اینجا نشسته خفن. شما برامون به آدرس های اینترنتی که الان در زیر صفحه نمایش هستش قابل مشاهده است برامون پیغام بفرستید، بگی آقا این بازی رو بکنید، از پسش بر بیاد منچو اینا هم بود به من بگید، من انجام میدم براتون. خب مرسی که ما رو دنبال کردید. آدرس های صفحه شخصی ما هم در زیر صفحه هستش. ممنون میشیم که ما رو دنبال کنید. پس تا دوشنبه ساعت 7 فعلا خدا نگهدار. برنامه دیگر.